این جشن‌ها خیلی مزه میده و خاطره میشه، تازه فراموش هم نمیشه، خصوصا بعد از اون فشار درسی. حق با شماست. جدی میگم، فراموش کنین. بعد از دادن کارنامه ها معلم ها شروع میکنن به سخنرانی کردن، برو بر حرف میزنن. راست میگی. آه راستی، کسی از بین خودتون واسه شروع جشن بیارین که با تجربه باشه. حتما، خیلی وقته که مدرسه داره واسه این جشن پول میگیره. منظور منم همینه. این جشن یا باید خیلی با نظم و انضباط تموم شه یا اینکه اصلا قیدشو بزنین. حیف زحمتاتون هدر بره. همینطوره. من دیگه باید برم. به اندازه کافی حرف زدم، نمیخوام بهتون استرس وارد کنم. این حرفا چیه؟ حرفاتون درست بود، خیلی هم ممنون. میدونی من فکر میکنم خیلی کار داریم. حالا کیا رو میخوای دعوت کنی؟ فکر کنم فقط بابام رو دعوت کنم. جدی میگی؟ خب پس منم مهند رو دعوت میکنم. منظورم اینه که اگه مهند نیاد بابا رو میبرم. ناراحت نشه عزیزم، قول میدم تا قبل جشن خوب بشم. خوشت نیومد؟ نه خوشم نیومد. خیلی خوب باشه، حالا چند سال دیگه که همسن مهند شدم میبینم چجوری میافتی بپم. اون وقت منم یاد این روزا میافتم و به هیچ محل نمیدم. عزیز دلم، بروجک راست میگه ها، مراد از مهند خیلی خوشگل تره. یه زنگ به مهند میزنی بگی من اینجام، بیاد ببینمش. یعنی الان مهند منتظر توه؟ الان که جوانیم باید تلاش کنیم راحت زندگی کنیم. بله. کجایی؟ پیش بشرا. آه خیت شدی پیش بشراست. چطور مگه؟ رنین امشب شام پیشمونه، میخواست بدونه تو امشب شام میای یا نه. فکر نمی کنم. ناراحت شدم، خیلی بدی، خداحافظ. نهال اما خونه است؟ آره چطور مگه؟ آخه زنگ زده بود، میخواستم بهش زنگ بزنم. آها زنگ بزن، رفت پایین، داره با سمر حرف میزنه. سمر خونه است؟ آره، خیلی عجیبه. نه آخه میخواست بره بهزیستی. شاید، خدافظ. یعنی همه خونه؟ خدافظ. ای بابا فکر کنم این پسر دیوونه شده. میخوان پیششون باشی؟ یه لحظه صبر کن. معلوم هست کجایی؟ چیزی شده عمو جان. چند بار به گوشیت زنگ زدم، چرا جواب ندادی؟ گوشیم رو سایلنت بود، الان دیدم، ببینم چیزی شده. بیا خونه، میخوام باهات حرف بزنم. چطور میگه؟ چرا اینقدر میپرسی؟ میخوام راجع به کارا باهات حرف بزنم. الان خونه بشرا هستم. با خودت بیارش، باید ببینمت. تو نهاد باید فردا برید به آذربایجان. آذربایجان؟ بله، باید به پروژه‌های اونجا یه سری بزنید. آه باشه، متوجه شدم. این پروژه خیلی خوبیه، در ضمن میخوام که همه باهات آشنا بشن. بله بله حتما. دیر نکن، باید برات توضیح بدم. زود آماده شو، به نهادم زنگ بزن. باشه عمو جان، هرچی شما بگید، الان میام. خداحافظ. میبینمتون، خداحافظ.
نظرت چیه بریم؟ منتظرمونن. هرچی تو بگی. فردا میرم آذربایجان. غافلگیرم کردی. اونجا یه پروژه داریم، اما میخواد من اون پروژه رو از نزدیک ببینم. خیلی عالیه. من باید برم خونه. پس من چی؟ راستش الان میخواد راجع به کار حرف بزنه، اگه دوست داشتی بعدن میتونی بیای. باشه، من میخوام یکم بخوابم، خیلی خستم. خداحافظ. معذرت میخوام، نمیدونستم شما اینجا ای. حوصله‌ام سر رفت، گفتم بیام دم پنجره. امروز خیلی خوب پیانو میزدیم. شنیدین؟ آره، عالی بود، در عین حال عالی و فوق‌العاده. پس خوشتون اومده. از خدا بیامرز رحمان اوفه، به فرانسوی میگن فانتزی. خوشم اومد. پیاده روی کردی؟ بله، هوای بیرون خیلی عالیه، خواستم یکم هوامون عوض شه. عدنان بیک انگار خیلی خسته است، درسته؟ خسته ای عزیزم؟ اصلا. سلام. وای چه مهمون خوشگلی داریم. ممنونم، من تا شب اینجا میمونم. خیالتون راحت باشه، سمر خانم به دادتون میرسه. سمر، کمکمون میکنی؟ نمیدونیم باید از کجا شروع کنیم. باید یه خورده ابتکار به خرج بدیم. اگه میخواین جشنتون خیلی شیک برگزار بشه، بهتر از فیروزه خانم کمک بخواین، اون واردتره. وای من عاشق اینجور کارام. بدوین بیاین تو اتاقم، خیلی فکرات تو سرمه. بدوین. نمیخوای بیای؟ سر میز شام همه چیو برات توضیح میدم. باشه. وقت دارم با هم حرف بزنیم. البته. این برنامه ی تابستونی منه. همونطور که میدونین امتحانات موسیقی نهال از ماه جولای و آگوست شروع میشه. به خاطر همین میخوام قبل از رفتن بیشتر باهاش کار کنم. البته بعد از دادن کارنامه ها. اگه مانعی نباشه میخواستم دیگه از اینجا رفع زحمت کنم. یه جایی هم واسه خودم دیدم، همین نزدیکی ها از یه خونه خوشم اومد، البته با اجازه شما. از من خسته شدین؟ اصلا، شما آدم بزرگواری هستین، ولی فکر میکنم اینجوری بهتر باشه. هیچ چیزی عوض نمیشه، همه برنامه همون سر جاش میمونه. برنامه درسی مرادم تغییری نمیکنه، حتی کار کردن و تمرینامون با پیانو هم بیشتر میشه. فقط شبا رو میرم خونه خودم. حالا که شما اصرار دارید،
من نمیتونم جلوی تصمیمتون رو بگیرم، ولی بچه ها رو از این موضوع خودتون مطلع کنید. الان نه، اول باید نهال امتحان کنکور دانشگاه شد. میگم هر جور راحتین. خیلی ممنونم.